به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. پروگرام سی ما درباره مختل شدن درایف در کلان سال است. خب این هم درایف در کلان سال مفاد هم داره، بخاطر که اینا می تانند که در یک پروگرام سوشیال یا اجتماعی اشتراک کنند و خودشان مستقل باشن و متکی به کسی نباشن، اما درایف در کلان سال خطر هم زیاد داره. خب که توانایی درایفشان از 70 سال به بعد کمتر شده می تانند. خب بعض فاکتورهایی است که درایف در کلان سالا مختل می سازن، مثلا میشه که اینا کاگنیتیو پرابلم داشته باشن، یعنی تفکر فکریشان مختل شده باشه یا آهسته آهسته کم شده باشه، و یا که پرابلم دید داشته باشن که دیدشان ضعیف شده باشه، و یا افسردگی داشته باشن که یه هم تمرکز فکری را کم می سازه، و یا شخی عضلات داشته باشن مفصلهایشان شخ باشه، یا بعض دواهایی که میگیرن دواها هم تاثیر میکنن، و یا ای که بعض مریضی های قلبی داشته باشن. خب زیادتر اکسیدنت ها که صورت میگیره و وقتی که کلان سالا درایف میکنه در انگام است که اینا طرف چپ دور میخورن و یا ای که در کدام چارایی میباشن. خب درایف در کلان سالا بعضا محدود میشه، بخاطر از طرف چپ خوب میشه که خوب نبینن، و یا ای که چشمشان کاتاراکت یا پرده داشته باشه، و یا ای که در موقعی باشه که رشاور باشه یا بسیار بیربار باشه درایف برشان مشکل باشه، یا ای که بعض اوقات برشان سیف و مسئول نیست که اینا درایف کنن در هوای خراب، در هوای ابرآلود، و یا ای که در سرک ها که سرعت زیاد باشه و یا سرک یخ و برف و باشه که کنترل خود گرفته نتونن، واقعات اکسیدن زیاد میشه، برشان مسئول نیست که در این حالت کلان سالا درایف کنن. خب دلایل خراب شدن درایف در کلان سالا چی است؟ خب اینا میتونن که پرابلم کواردینیشن یا موازنه یا بالانس خود گرفتن نتونن، و یا ای که حرکات نرمال شانه و گردن یا را اجرا کرده نتونن، و یا ای که امی احساس یا سنسیشنشان در پایایشان در قصد پایایشان از بین رفته باشه که وقتی که اینا اکسلریتر میدن یا بریک میگیرن خوب احساس کرده نمیتونن، یا قضاوتشان صحیح نمیباشه، یا ای که گفتم دیدشان یا شنواییشان صحیح نمیباشه که اینا احساس قوت خود از دست میدن. خب بعضی حالات تیپی هم میباشه که درایف در کلان سالا مختل میسازه، مثلا اگر شکرشان بسیار بلند باشه و یا بسیار پایین باشه اینا میشه که مغشوش باشن، یا تمرکز فکریشان کم شوه، فوکسشان کم شوه، مخشوش شون، و یا بخاطر شکر میشه که اینا پشت چشمشان کدام مشکل داشته باشه، درک به نام دیابتیک ریتینوپاتی یاد میشه، و بازم دیدشان خراب میشه، و یا اینکه الزایمر داشته باشن، یعنی زوال حافظه داشته باشن که ایستا ایستا قضاوتشان از بین میره و تفکر فکریشان از بین میره و در جای مغلق و در سرک مغلق یا مشکوک میشن، مخشوش میشن که چطور کدام راه را بگیریم، و یا اینکه کدام پرابلم نیورولوژی یا پرابلم عصبی داشته باشن، مثلا پرابلم عصبی چی، یعنی مثلا کدام مینی استروک داشته باشن یا تیایی یا ترانزیک اسکیمیک اتک داشته باشن، در این حالت هم میشه که دفتن بیوش شون دوباره به هوش بیان، و یا ای که ارترایت ها داشته باشن، التهاب های مفصلی داشته باشن که هم حرکاتشان میشه محدود کنه. خب گلوکوما که یکی از مریضی هاییست که فشار خون چشم بالا می باشه، اگر کسی داشته باشه این هم میشه کمی دید محیطیشه یا ویژوال فیلدشه خراب کرده باشه و تنها دیدش به مرکز مونده باشه که اکسیدنت واقع شه و به بغل کسی که میره موتر که میره ساید خود یا طرف خود دیده نتونه، یا یک مریضی چشم دیگه یک بنام مکولار دیجنریشن یاد میشه، این هم دید خراب میکنه، خصوصا دید مرکزی یا مکولار خراب میکنه.
میکنه. اگه ای داشته باشه میشه دیدشان خراب باشه. اگر کاتاراکت داشته باشن میشه که در کلانسور دیدشان خراب شه. و یا اگر دوایی را بخورن که دوا عوارض جانبی داره و سبب خواب آلودگی میشه، یا میشه که دیدشان خراب کنن. بعض دوای دیگه که در انگام درایف مداخله میکنن و یا با شخص مخشوش میشه میسازن، مثلا دوای ضد دلبدی، دوای ضد مرگی، دوای سایکوتیک یا دوای اعصاب و یا بعض مریضی های عقلی یا بنزو دازپین که یک خاندان دوای خواب آور است و یا دوایی که برای گلوکوما میگیرن و یا دوایی که برای پارکینسون میگیرن، اینا میشه که درایوشان هم مختل کنن. همچنان بعض دوایی میگیرن که عضلاتشان مثل ریلکسانت عضلاتشان ریلکس کنن و یا تریاکا یا دوای ضد اساسیت انتی استامینیک یا بعض انتی دپرسانت یا دوای ضد دپرشنی که خاصیت خواب‌آلود داره، اینا هم اگهشان میتونه که درایو مختل کنه. خب بعضا استرس یا ما خودمی استرس هم امکان داره که تشویش زیاد کنه یک شخص بسیار با تعیج باشه و با درایف خود زیاد توجه کده نتانه. خب که افتادن در کلانسولا زیادتر سبب اکسیدن میشه و دیگران رو به خطر مندازن. خب در جوان ها هم میشه که کسایی که اسپید میکنن و یا سرعت زیاد میگیره یا الکل میخوره یا کدام درک یا کدام دوای مواد مخدر استفاده میکنه و یا یکی در انگام درایف تکس میکنه، در تلفن گپ میزنه، کانسنتریشنش از بین بره و سبب اکسیدن شوه. خب علاوه بر این دید اگر کم شوه در شعای آفتاب، بعض نکاس از شعای آفتاب دید کم شوه، امکان داره که سبب اکسیدن شوه، چی در جوان چی در پیر. و در ممالک غربی ویژه لکوتی یا دیده 20/40 میگیرن که حداقل یک چشم همه قدر باشه که یا با امر کانتکت لنز همه قدر اصلاح شده باشه که بتونه درایف کنه. خب بعضا تستای موازنه را به کلانسالا میکنن و ببینن که بالانسشان صحیست و فکرشان هم یک تست است که به نام مینیمنتال استاتوس اگزامینیشن میگن که تست حافظه است، او را هم در کلانسالا میکنن. همچنان باید اینا متوجه باشن که وقتی که میرن و ساید خود را میبینن، بعضا بلایند سپات است و بعض مشکلات اگر داشته باشن، مثلا گفتم فشار خونه، فشار چشمشان بالا باشه، میشه که دیدشان بسیار نارو شده باشه و ساید دیده ندارن. خب موضوع تمرکز فکری در کلانسالا بسیار مهم است که خوزر کسی که اگر شسپاین بالا باشه و اگر به طرف الزایمر میره که باید دکتر فامیلی تصمیم بگیره و مینی منتل استاتوس اگزامینیشن بکنه. و در از 80 ساله بالا در ممالک غربی هر 2 سال تست درایف میکنن که اگر تست درایفش صحیح نبود و در این صورت لیسنسش گرفته میشه و بعض حالاتی از کسایی که مرگی دارن یا بعض حالات دیگه است که خود دکتر فامیلی به مینیستری آف ترانسپورتیشن رپورت میده که لیسنس گرفته شد. تشکر. چینل ما را سابسکرایب کنین. شما را به پناه حق میسپارم.